درگیری ها بین پلیس و تظاهرکنندگان خواستار کنارگیری شورای نظامی از قدرت در میدان تحریر مصر همچنان ادامه دارد و شمار کشته شدگان دست کم 40 نفر گزارش شده است. قربانیان بر اثر اصابت گلوله واقعی و خفگی ناشی از پرتاب متعدد گازهای اشک‌آور توسط پلیس کشته شده اند. این معترض میگوید پاسخ درخواست ما نباید با خشونت و گلوله داده شود. من شهروند مصری هستم که دارای حقوقی برای زندگی با کودکانش است. این درگیری ها زمانی اتفاق می افتد که تنها 1 هفته به برگزاری اولین انتخابات مجلس پس از سقوط حسنی مبارک باقی مانده است. هدف شعارهای معترضان ژنرال طنطاوی، رئیس شورای عالی نیروهای مسلح و مسئول کنونی اداره کشور است. ارتش قرار است تا انتخابات آینده ریاست جمهوری که در سال 2013 میلادی برگزار خواهد شد در قدرت باقی بماند. در نتیجه 3 روز درگیری ها بازار بورس مصر روز دوشنبه سقوط 4% داشته است. این ساختمان 6 طبقه که در نزدیکی میدان تحریر قرار دارد بر اساس گفته تظاهر کنندگان بر اثر شلیک گاز توسط پلیس آتش گرفته است.